خدا و به عرض سلام. امروز جمعه 3 اسد سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با 24 جولای سال 2020 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. آغاز گفتگوهای میان افغانان پس از عید در صورت رهایی از زندانیان طالب. توقع ما و مردم افغانستان تکمیل هر چی زودتر آمادگی های گروه طالبان برای آغاز مذاکرات. ادامه اختلاف ها میان ارگ و سپیدار روی اعضای کابینه. دوی باید سیاسی وزن ولری شایسته سالاری په نظر کې نیول سوی ده تخصوص دی. نگرانی باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی. ادای نماز جمعه در مسجد آیا صوفیا پس از 86 سال. و کار روی امار 70 کانال جدید آبیاری در 21 ولایت کشور. طالبان برای شروع مذاکرات پس از عید قربان به گونه مشروط اعلام آمادگی کردند. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر میگوید این گروه آماده است تا زندانیان باقی مانده دولت در بند این گروه را تا روز عید قربان از بند رها کند و برای آغاز گفتگوهای فوری میان افغانان دولت نیز مطابق فهرست 600 زندانی باقی مانده این گروه را آزاد سازد. حکومت میگوید که هیئت مذاکره کننده صلح کاملا آماده است، اما گروه طالبان با بهانه‌جویی ها میخواهند این روند را با تأخیر روبرو کنند. علی اصغری. طالبان با شرط اینکه دولت 600 زندانی این گروه را به اساس فهرست از پیش سپرده شده آزاد کند، آماده هستند تا پس از عید به گونه فوری مذاکرات میان افغانان را با دولت آغاز کنند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صفحه توییترش نوشته است که امارات اسلامی آماده است تا روز عید سید اضحی آینده زندانیان باقی مانده جانب مقابل را به این شرط رها کند که زندانیان ما هم مطابق لیست سپرده شده رها شوند. بعد از تکمیل روند رهایی زندانیان این گروه آماده است تا پس از عید قربان مذاکرات بین الافغانی را آغاز کند. حکومت میگوید برای آغاز گفتگوهای صلح گروه طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند. توقع ما و مردم افغانستان تکمیل هر چی زودتر آمادگی های گروه طالبان برای آغاز مذاکرات و همچنین ایجاد فضای اعتماد با قطع خشونت و رهایی کامل اسرای نیروهای امنیتی و دفاعی نزد طالبان است. رهایی حدود 600 زندانی طالب از بند دولت یکی از مسائل جنجالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از این تصمیم پشتیبانی کرده است. در نزد دولت افغانستان 592 نفر و یا هم تعداد کسانی که در نزد طالبان هستند. ما معلومات میخواییم و انتظار داریم که زمینه بررسی در مورد وضعیت زندانیان و نحوه برخورد با آنها برای کمیسیون مستقل حقوق بشر از هر دو طرف باید زمینه مساعد شود. شمار از آگاهان میگویند دولت با رهانه کردن 600 زندانی طالب فرصت پیش آمده در مذاکرات صلح را به چالش مبدل می کند. ما از حکومت افغانستان و نماینده ویژه ایالات متحده امریکا خواهان ازی هستیم تا در این راستا یک قدم بزرگی که قابلیت عمل داشته باشه و تصمیم را اتخاذ کنند که مانع بزرگی به خاطر پروسه صلح افغانستان نباشه. فرصت خوب تاریخی به دو طرف است که فرصت باید از دست نده و کوشش کنند که زندانیا را زودتر رها کنند. اما دفتر شورای امنیت ملی گفته است با وجود که زندانیان طالب پس از رهایی قول دادند به جنگ بر نمیگردند، اما اکنون شماری از زندانیان رها شده بر ضد نیروهای امنیتی در جنگ به سر میبرند. اختلاف ها میان کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار روی 5 نامزد وزیر عبدالله برای عضویت کابینه هنوز هم پابرجاست. ریاست جمهوری میگوید حکومت با در نظرگیری معیارها روی نهایی سازی فهرست کابینه کار میکند تا به زودی نهایی و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان فرستاده شود. باعث حیات. ماه از شکلگیری حکومت تازه میگذرد، اما هنوز هم کابینه نو شکل نگرفته است. اختلاف ها میان کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار روی چهره هایی که از سوی عبدالله برای عضویت در کابینه معرفی شدند هنوز هم حل نشده و روند معرفی کابینه را با تأخیر روبرو کرده است. به گفته منابع، رئیس جمهور غنی با نامزد وزیری 5 چهره معرفی شده از سوی رئیس شورای عالی مصالحه
هنوز هم موافقت نشان نداده است. دوی باید سیاسی وزن ولری شایسته سالاری په نظر کې نیول سوی ده تخصص دی تر څو وکولی شي هغه ځای ته شي هغه وزارت ته شي هغه چاره چې ده ته ورسپارل کېږي په ښه توګه باندې ترسره کړي. برخی چهره های نزدیک به عبدالله عبدالله از تلاش ها برای حل هر چه زودتر این اختلاف ها روی چهره ها برای عضویت در کابینه سخن می زنند. پیشرفت در کار شورای عالی مصالحه برای پیشبرد روند صلح هم در گره و حل اختلاف ها روی کابینه گفته می شود. عدم معرفی کابینه، عدم تطبیق موافقتنامه سیاسی این طرح مشکل جدی را و پروسه صلح و آغاز مذاکرات بین افغانی ایجاد بکنه. تأخیر در اعلام کابینه نو و اداره وزارت ها سوی سرپرستان نقض قانون از سوی حکومت خوانده می شود. برخی اعضای مجلس نمایندگان باور دارند که اختلافات در رهبری حکومت آغازگر تکرار تجربه حکومت وحدت ملی خواهد بود. لیست وزرای دکتر صاحب عبدالله از طرف رئیس صاحب اشرف غنی بازم رد شده که نمی خود نشان دهنده از این است که تنش ها در بینشان دوباره صورت گرفته و دوباره می شود که این بدتر از حکومت وحدت ملی شود. ریاست جمهوری گفته که برخی نامزد وزیران عبدالله عبدالله معیار عضویت در کابینه را ندارند، اما کاخ سپیدار گفته که فهرست نهایی است و معیار برای عضویت در کابینه را قانون اساسی و توافق سیاسی روشن کرده است. میلیون ها دلار پول در نظر گرفته شده برای برنامه دسترخوان ملی از پروژه های توسعه‌ای تمویل می شود که از سوی بانک جهانی وعده داده شده بود. هرچند سخنگوی رئیس جمهور گفته بود که این برنامه را بانک جهانی به هدف مبارزه با گرسنگی، فقر و تاثیرات کرونا تمویل می کند، اما معاونت نخست ریاست جمهوری تایید می کند که هزینه برنامه دسترخوان ملی پول آن پروژه های زیربنایی است که در تحرک نیستند و یا هم هزینه شان زیاد بود است. رئیس جمهور غنی 244 میلیون دلار هزینه برنامه دسترخوان ملی را اعلام کرد. هرچند مجلس نمایندگان این برنامه را رد کرد، اما حکومت آن را به اجرا گذاشت. اطلاعات درباره منبع پول بودجه دسترخوان ملی زد و نقیض است. سخنگوی رئیس جمهور میگوید این پول کمک بانک جهانی است. از طرف بانک جهانی تمویل میشه این برنامه و هدف اساسیش مبارزه با گرسنگی، مبارزه با فقر و مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی کرونا هست. اما دفتر معاونت نخست ریاست جمهوری درباره منبع پول دسترخوان ملی اطلاعات متفاوت می‌دهد. می‌گوید این پول از پروژه‌هایی است که در حرکت نیستند و اکنون نیاز است که برای کمک به نیازمندان هزینه شوند. دا پیسې د هغو پروژو بودیجه ده یا لګښتونه دي چې په حرکت کې نه دي او یا د هغوی پروژو تخنیکي لګښتونه کافي زیات دي، له هغوی څخه سپما شوې ده. مجلس نمایندگان میگوید 24 پروژه غیر اختیاری در بودیجه ملی از سوی بانک جهانی تمویل می شود و اگر از آنها برای دسترخوان ملی تنقیض شده باشد نیاز است که تاییدی مجلس نمایندگان را بگیرد. آنچه که در سند بودجه 1399 از آزدست پارلمان افغانستان تأییدی گرفته پروژه های غیر اختیاری در حدود 114 پروژه است که از این پروژه ها در حدود 24 پروژه از او را تمویل کننده بانک جهانی است. نگرانی و سوال ما همیست که آیا از این پروژه ها کسر شده و تنقید شده یا نه؟ فلاحاظا باید تأییدی ولیسی جرگه را داشته باشد چون در سند بودجه آمده است. هرچند ریاست جمهوری هدف برنامه دسترخوان ملی را فقر زدایی اعلام کرد، اما وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید دسترخوان ملی برای کاهش فقر کمک نمی کند. دا مونگ د فقر کشا پا دی نراتی تاو، مونگ د فقیر لاسنیوه کهو. هرچند حکومت بودجه دسترخوان ملی را 244 میلیون دلار اعلام کرد، اما برخی اعضای مجلس نمایندگان به نقل از وزارت مالیه گفتند که بودجه 280 میلیون دلار است. چرایی عدم اعلام 38 میلیون دلار از بودجه دسترخوان ملی نیز پرسش برانگیز گفته می شود. با آنکه بیش از یک هفته از تطبیق میثاق امنیتی شهروندی برای کاهش جرم های جنایی در کشور می گذرد، اما مردم می گویند که وضعیت امنیتی به ویژه در مرکز وخیم است. آنان می گویند که اعلام برنامه میثاق امنیتی در حد شعار است. با افزایش جرم‌های جنایی به ویژه قتل، آدم‌ربایی و ترورهای هدفمند در کشور به ویژه مرکز،
نهادهای امنیتی برای همچو موارد میثاق امنیتی شهروندی را ایجاد کردند. این برنامه از بیش از یک هفته پیش آغاز شده است. وزارت داخله میگوید که توسط این برنامه امنیتی میتوانند بیشتر جرمهای جنایی را که در هر 24 ساعت رخ میدهد با کمک مردم در کوچه و پس کوچه هایشان شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. رهبری وزارت امور داخله به همه منصوبین پلیس هدایت اکید داد که با تمامی عوامل ناامنی برخورد جدی کنند که به شمول زورمندان، حامیانشان، مجرمین، شبکه‌های جرمی و کسانی که از این شبکه‌ها حمایت می‌کنند، پلیس برخورد جدی خواهد کرد. اینجا تنهای کود 40 ستون از مربوطات حوزه هفتم شهر کابل است. داود اقپرست، وکیل گذر این محل است، می‌گوید بارها نهادهای امنیتی برای جلوگیری از جرم‌های جنایی طرح‌های مختلف امنیتی با مردم و وکلای گذر نوایی شریک ساختند، اما عملی نکردند و جنایتکاران روز به روز در حال افزایش است. مسئولین ما دوستوزانه کار بکنن، مطمئنن که نتیجه بخش است و نتیجه میده. بشرط از این که به شکل نباشه که مثل پروژه قبلی نتیجه بخش هم نبود، عملی هم نبود. تصمیم در کوچه و بازار درست گشته نمیتونن، مردم موبایل های مردم هم میگیرن، دسکاول های خانم ما را چور میکنن. غیر از او مشکلات منطقه‌ای ما زیاد است. آگاهان نظامی نیز به این باورند که ایجاد طرح‌های امنیتی میتواند مهم باشد، اما به شرطی که قابل پیاده شدن در عمل باشد. در تازه ترین مورد، دزدان مسلح چاشت روز پنجشنبه در نزدیکی حوزه سیم شهر کابل به یک فروشگاه حمله کردند و یک تن را کشته و یک تن دیگر را نیز زخمی کردند. بانک وزارت صحت آمار روبکایش مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام می کند، اما از شیوع موج تازه این ویروس در روزهای عید خبر می دهد. مسئولان در وزارت صحت می گویند بی پروایی مردم نسبت به ویروس کرونا ممکن پس از عید تمامی بیمارستان ها را پر از بیمار کند. چند روز دیگر تا عید قربان باقی مانده است، اما دیده می شود که شمار زیاد مردم به این باورند که همه چیز به شرایط قبل از بحران کرونا بازگشته است و بدون در نظر گرفتن توصیه‌های بهداشتی به بازارها و شهرها هجوم آوردند. هنوز هم کرونا من حیث یک تهدید هست. اگر یک واقعیش هم در بغلان و افغانستان باشه، یک تهدید بالقوه و بالفعل برای اجتماع هست. اگر فاصله نمراتی هر جایی که گنگونی اضافه دی یوازی خوانزی و پانترون تلل شویدی. مسئولان در وزارت صحت عامه بیرون آمدن مردم به شهرها و دید و بازدیدها در روزهای عید و برگزاری نماز عید قربان را خطرناک ارزیابی می کنند و تاکید می کنند که نباید مردم نسبت به این ویروس کشنده بی‌پروایی کنند. در روزهای عید برگزاری نمازهای عید در اجتماعات وسیع و بازدیدهای عیدانه طبعا وضعیت به نهایت خطرناک ساخته میتونه. حدس میزنیم که آمار 100% امکانش است که بلند بره، چرا که اگر ما ممالک همسایه خود سعی کنیم، مثال ایران، هندوستان و پاکستان، در اونجا ریلپس کیسز یا ما میگیم که ری انفکشن که دوباره که انتان میگیره کسره، او کیس ها بسیار زیاد شده. با این همه، به اساس آمار وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته، از میان 557 نمونه گرفته شده از افراد مشکوک به ویروس کرونا، نتیجه آزمایش 60 تن مثبت تشخیص شده است. در مدت یاد شده، 52 بیمار مبتلا به کووید 19 بهبود یافته و 14 بیمار دیگر فوت کردند. تلاش‌های صلح به گونه کوچه به کوچه در ولایت قندهار آغاز شده است. نهاد به نام هنرسالار با پیام‌های مختلف در دیوارهای کوچه ها و جاده های این ولایت از تمام طرف‌ها خواهان تامین آتش‌بس و مزایای صلح و وحدت را بیان می‌کنند. زندگی در صلح زیباست. به مانند این پیام‌های زیاده به منظور تامین صلح در کشور در شمار زیاده از کوچه ها و جاده های قندهار به چشم می‌خورد. این پیام رسانی متفاوت برای صلح در کشور عنوان شده است. نهادی به نام هنرسالار در قندهار که این کار را انجام می دهد می گوید که برای روشن ساختن ذهن مردم پیام می دهند. ولس ډېر لنډ پیغام اخیستلې چې دا چې اوس ما زموږ تاسې د سولې په درشل کې یو، نو اوسنی زموږ هدف چې دی چې هغه تصویرونه جوړ کړو چې د سولې لنډ پیغام خلک ځینې واخلي. باشندگان قندهار نیز چون این پیام را برای آگاهی عامه مهم می دانند. یه چه خبری بسید نکه با
باید دا چه زدکل و دا خونو په دې خاطر شته چې ته پاتې ستې د فیسبوک او د دې شته د فیسبوک د چورته سي هغه معنا ایسته کیږي دا د ایمیدی ام خلګي ویني د نقشه رو کوم میبینم اینا بسیار خوب است به سال که مردم ما اکثر نو بسواد اینا خوبه که اینا چشتیده میشن وطن دیده میشن شهر دیده میشن اینا خیلی خوب است. پس از سالها جنگ در افغانستان، اکنون مردم تشنه صلح‌اند و به هر گونه تلاش صورت می‌گیرد تا صلح در کشور تامین شود. در ادامه این مجمع، ادای نماز جمعه در مسجد آیا صوفیه در استانبول، نخستین نماز جمعه پس از 86 سال. و در خارج از کشور با تبدیل شدن موزیم آیا صوفیه در استانبول به مسجد امروز جمعه پس از 86 سال دوباره در این محل نماز جمعه با حضور رجب طیب اردوغان برگزار شد. عمر بنای کنی آیا صوفیه به قرن ششم میلادی میرسد که به عنوان یک کلیسای ارتودکس در قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی ساخته شد. این بنا یکی از جاذبه های اصلی گردشگری در استانبول و جز میراث جهانی یونسکو میباشد. با گذشتن آمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا از 4 میلیون نفر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ذکر این همگیری بخش عمده گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه در فلوریدا را لغو کرده است. دو حزب عمده آمریکا در این گردهمایی ها رسما نامزد خود را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تعیین کنند. در ادامه 70 کانال جدید آبیاری در 21 ولایت کشور، آبیاری نزدیک به 300 هزار جریب زمین با تکمیل شدن این پروژه. ادامه خبرها. کار روی امار 70 کانال آبیاری در کشور ادامه دارد. مسئولان در اداره ملی تنظیم امور آب میگویند که ارزش این پروژه ها بیش از 100 میلیون دلار است و با تکمیل شدن آن نزدیک به 300 هزار جریب زمین آبیاری خواهند شد. مسئولان در اداره محلی تنظیم آب میگویند که پروژه های امار کانال های آبیاری را در بسیاری ولایت های کشور آغاز کرده اند که شامل کانال های بزرگ و کوچک می باشند. این پروژه ها به 70 کانال آبیاری می رسد و 101 میلیون دلار ارزش آن است. اوس محل دو بود چار دو تنظیم ملی داری پا اویا کانالونو کار روانده چه 1.5 میلیون امریکایی دلار لگخت بپیرازی او 296 زره هکتار کرنیز از مکه بخورو بی. اما اتاق زراعت و مالداری کشور این گفته های اداره تنظیم آب را غیر حقیقی دانسته و میگویند تا زمانی که کانال های سابقه آبیاری بازسازی نشوند کانال های جدید اعمار نخواهد شد. از 80 میلیارد متر مکعب آب ما سالانه 30 میلیارد متر مکعب آب ما مصرف میکنیم، بقایش از اثر مدیریت ضعیف به کشورهای همسایه ما استفاده کشورهای همسایه میشن. اما از سوی هم آگاهان اقتصادی میگویند که تراکم ادارات در کشور کارها را غیر منظم ساخته است. به گفته آنان ایجاد اداره جدید به نام تنظیم آب چالش های زیاده به بار خواهد آورد. این گونه کلیگویی اقتصاد افغانستان از زیان بار میسازد و نمیتونه که نتیجه مطلوب را در پی داشته باشه و چنان که خدمتتان عرض کردم مثل همون پروژه های خیالی و برنامه های خیالی روی کاغذ پاره باقی میمانه و شما شاهد هستیم که امین پروژه و برنامه های خیالی بوده که امروز مردم ما در فقر فرو رفته. مسئولان گفتند که در حال حاضر 1966 کانال آبیاری وجود دارد و نزدیک به 2 میلیون هکتار زمین را آبیاری میکند. نرخ ارزها یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 87 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار پاکستانی 458 افغانی و 1000 کلدار هندی 1010 افغانی. در ادامه
پیروزی تیم فوتبال هلنسکی فورس در برابر اس جی کی، حضور جبار شرزم لپوش کشور در این بازی. ادامه خبرها. فدراسیون فوتبال افغانستان مطابق با معیارهای جهانی صحت و با هماهنگی با وزارت صحت عامه و کمیته مبارزه با کرونا در نظر دارد فعالیت‌های ورزشی خود را در آینده نزدیک آغاز نماید. مسئولان فدراسیون فوتبال کشور میگویند فدراسیون فوتبال در این مدت چندین ملاقات و نشست با دو اداره انجام داد و بعد از دریافت موافقتنامه تمام فعالیت‌های خود را با رعایت نمودن نکات بهداشتی آغاز خواهند کرد. چند رویداد دیگر ورزشی. تیم فوتبال هلسینکی فورس با حضور 78 دقیقه جبار شرزه برابر اس جی کی با پیروزی 2-1 دست یافت. این دیدار که در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال فنلند برگزار شده بود، برای تیم فوتبال هلسینکی فورس جبار شرزه مهاجم تیم ملی فوتبال کشور از دقیقه 12 وارد زمین شد و 78 دقیقه بازی کرد. با این پیروزی هلسینکی فورس با 6 امتیاز و 1 بازی کمتر در جایگاه ششم لیگ برتر فوتبال فنلند قرار گرفت. یوونتوس که برای قطعی کردن قهرمانیش در این فصل سری آی ایتالیا به 3 امتیاز نیاز داشت، 2-1 برابر اودینزه شکست خورد. همچنان اودینزه با این پیروزی 39 امتیازی شد و با صعود به رده 15 از منطقه سقوط فاصله گرفت. در دیگر بازی از هفته 35 سری آ ایتالیا، لاتزیو 2-1 کالیاری را شکست داد و حضورش در فصل آینده لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را قطعی کرد. لروی سانه ستاره آلمانی جدید بایرن مونیخ رسما به هواداران این باشگاه معرفی شد. لروی سانه هافبک آلمانی منچستر سیتی 3 هفته پیش با قرارداد به ارزش 54 میلیون پوند با بایرن مونیخ پیوست و دیشب رسما مراسم معارفه او انجام شد. گفتنی است که این بازیکن تا سال 2025 با قهرمان آلمان قرارداد بسته است. همکارم عبید انوری این بسته را آماده کرده بود. وضعیت هوا. کابل آفتابی، بلندترین 34، پایینترین 17. هرات آفتابی، بلندترین 39، پایینترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین 42، پایینترین 27. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین 41، پایینترین 26. کندهار نیم آفتابی، بلندترین 35، پایینترین 24. و در پایان غزنی آفتابی، بلندترین 33، پایینترین 15. ممنون از همراهیتان در این مجموعه خبری. شبتان نیک. خدا نگهدار.